سلام. بحران، کشاکش، تلاطم، واژه‌هایی برای تصویر صحنه سیاسی اجتماعی ایران. تیک تاک و کندوکاو در این صحنه برای بررسی پیامدها و چشم‌اندازها. برنامه‌های امروز: واشنگتن، کنفرانس اینترنتی با بازتاب‌های گسترده، شورای ملی مقاومت ایران و کنفرانس ضرورت تحریم تسلیحاتی و اعمال قطعنامه‌های سازمان ملل متحد علیه رژیم ایران. بررسی در گفتگو با علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا. معجزه جدید نظام، آخوند روحانی از گشایشی اقتصادی میگه. بلوفی جدید یا سازوکاری برای حل بحران اقتصادی، در گزارشی تحقیقی کارشناسی. 8 ماه پس از پرواز بی بازگشت هواپیمای اوکراینی، جعبه سیاه و انگشت اتهام، 2 شلیک پی در پی چرا؟ گزارش کوتاه و قضاوت با شما. لشکرکشی بنیاد به اصطلاح مستضعفان برای بیخانمان کردن مردم. تمنا از مستکبران، گلوله برای مستضعفان. مقاومت مردم و جوانان روستای ابوالفضل. بررسی در گفتگوی سیاسی اجتماعی. گرانی، فقر، بیخانمانی. اکثریت بیچیز، اقلیت غارتگر. این بار گزارشی از تبریز در بخش دردهای مردم. تیک تاک و نگاهی ژرف‌تر به رخدادها و تحولات. روز چهارشنبه 29 مرداد دفتر شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا کنفرانس اینترنتی برگزار کرد با عنوان ضرورت تحریم تسلیحاتی و اعمال قطعنامه‌های سازمان ملل متحد علیه رژیم ایران. در این کنفرانس شخصیت‌های برجسته سیاسی حضور داشتند، به ویژه با توجه به شرایط سیاسی و تحولاتی که در شورای امنیت در رابطه با رژیم ایران در جریانه. این کنفرانس بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌های مختلف و خبرگزاری‌های بین‌المللی و محافل سیاسی داشت. برای بررسی بیشتر آقای علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا، هم اکنون همراه ما هستند. سلام می‌کنم به شما آقای جعفرزاده و سوال اولم اینه که هدف از برگزاری این کنفرانس و اهمیت سیاسی اون چی بود و چه بحثایی توی این کنفرانس از جانب شرکت کنندگان در اون مطرح شد؟ منم سلام می‌کنم خدمت شما، سلام می‌کنم خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی و همه هممیهنان در سرتاسر کشور. درود میفرستم به کانون‌های شورشی که قلب تپنده مردم ایران هستند و دستند در کار یک نبرد تمام عیار علیه پاندمی کرونا و کرونای ولایت فقیه هستند. در پاسخ به سوالتون بایستی بگم که در حقیقت هدف از برگزاری این کنفرانس این بود که با توجه به همین صحبتی هم که شما کردین که موضوع رژیم ایران و مقوله تحریمات تسلیحاتی در قدم اول و بقیه تحریمات موضوع روس هستش و در شورای امنیت ملل متحد مورد بحث هستش، هدف شورای ملی مقاومت برگزاری کنفرانس این بود که اولا حرف مقاومت ایران، حرف مردم ایران در این رابطه چی هست و بعد داده ها و در حقیقت حقایقی که این حرف مقاومت ایران رو تقویت میکنه اونها کدوم هستن. و واقعیتش اینه که خب در این درسته که موضوع تحریمات الان چند ماهی مطرح هستش و از همین هفته گذشته با تحویل رسمی نامه ایالات متحده آمریکا توسط وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو به رئیس شورای امنیت، این مکانیزم ماشه شروع شد. اما واقعیت داستان اینه که تا اونجا که به ما و مقاومت ایران برمیگرده، این موضوعی که از سالها پیش در دستور کار مقاومت قرار داشته، خواسته مقاومت ایران بوده و فراتر از اون برای تحقق یافتن اون تلاش کرده. و واقعیش اگه بخوام بهتون بگم، اصلا خود این قطعنامه‌های شورای امنیت که اولینش 14 سال پیش در سال 2006 تصویب شد، استارت اونها رو یا باعث و بانی و مسیری که طی شد در حقیقت با خود همین مقاومت بوده، با افشاگری مقاومت ایران از سایت های در طنز و عراق در 18 سال پیش و بعد افشاگری های بعدی که کارکرد دستگاه اتمی رژیم رو
و برنامه‌های موشکیش رو نشون داد. هر کدوم از اینها رژیم رو در یک مخمصه انداخت که نهایتاً رو در روی جامعه جهانی، رو در روی شورای امنیت قرار گرفت و نهایتاً پروندهش به شورای امنیت ارجاع شد و بعد قطعنامه‌هایی که تصویب شد از 14 سال پیش و بعد از اون. برابری خب این مشخصه که خواسته مقاومت ایران بوده و اتفاقاً بلافاصله بعد از برجام هم، حتی یک ساعت بعد از برجام، خود خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران موضع‌گیری کردن و گفتن که ملغا کردن یا کنار گذاشتن یا دور زدن 6 قطعنامه قبلی سازمان ملل راه تمام عیار بمب‌سازی رژیم رو مسدود نمی‌کنه، اگرچه این باعث شد که در حقیقت اثبات اون هم همین پروسه 5 سال گذشته هست. و خب اینا همه حرفاییه که مقاومت ایران سالیان سال زده و حالا این متخصصین آمریکایی اومده بودن و بر همه اینها هر کدوم از زاویه‌ای سهم می‌گذاشتند و بر ضرورت بازگرداندن تمام تحریمات گذشته منتج از 6 قطعنامه شورای امنیت ملی، شورای امنیت ملل متحد تاکید کردن، حرفی که حرف مقاومت ایران بوده. بله، شما در این کنفرانس کتاب جدید شورا تحت عنوان ضرورت بازگرداندن تحریم‌های ملل متحد علیه رژیم ایران رو هم معرفی کردین. نکات برجسته این کتاب رو اگه ممکنه بفرمایید که چه چیزایی بود؟ بله خب ببینید، این کتاب که معرفی شد در 110 صفحه، همون که طور که شما گفتین ضرورت اعمال یا برگردوندن تحریمات ملل متحد علیه رژیم، خب موضوعات مختلفی رو در این کتاب ما بهش پرداختیم. در حقیقت این کتاب داده ها و حقایقی که مربوط به رژیم و رفتار رژیم رو که بر اون اساس استدلال مقاومت ایران اینه که بایستی این تحریمات برگرده، اینجا فاکت ها و حقایق مربوطه رو در حقیقت ما بهش اشاره کردیم و دونه دونه به خصوص موارد جدیدتر از کارکردهای رژیم، من جمله مثلا اینجا یک فصل اختصاص داره به ساختن موشک هایی که با پول کلان مردم ایران، موشک‌های کروزی که می‌سازه و هیچ کارپرد دیگه‌ای جز شلیک به مردم بی‌گناه در سوریه، در عراق، در یمن و جاهای دیگه نداره، یا برای به آشوب کشیدن منطقه. اشاره کردیم به اینجا به ساختن بمب‌های کنار جاده‌ای و اینکه این بمب‌های کنار جاده‌ای که در عراق به طور اخص و سوریه و جاهای دیگه به کار گرفته میشه، علاوه بر اینکه اهداف رژیم رو پیش می‌بره، چقدر از مردم بیگناه عراق رو در اثر همین بمب‌های کنار جاده کشته شدن. و اشاره کردیم به پهپادهایی که رژیم ساخته و با اونها بمب منتقل میکنه به کشورهای دیگه و اونها رو منفجر میکنه، با اونها شلیک میکنه، یا همینطور در رابطه با قایق‌های تندرویی که رژیم درست میکنه و کارش چیزی جز به آشوب کشیدن منطقه نیست. ما در این کتاب نشون دادیم که برخلاف همه کشورهای دیگه تو دنیا، کارکرد رژیم با هیچ کشور دیگه قابل مقایسه نیست. اصلا این سپاه پاسداران که به موازات ارتش ضد مردمی خود رژیم هم باز تشکیل شده، کارش چیزی جز سرکوب مردم در داخل ایران و معادل همون رو در خارج ایران، یعنی تروریسم، یعنی با آشوب کشیدن منطقه، یعنی شلیک به موشک، به کشتی‌ها و کشورهای دیگه نداره. در کجای دنیا ما چنین پدیده‌ای داریم که بمب کنار جاده‌ای می‌سازه، می‌فرسته به کشورهای دیگه و اونجا نفرات بی‌گناه رو می‌کشه؟ در کجای دنیا شما سراغ دارین که این قایقا رو شلیک می‌کنه به نفتکش‌ها، شلیک می‌کنه به هر کسی که توی خلیج فارس داره مراودات کشتیرانی ده، با هدف باج‌گیری، با هدف امتیاز گرفتن؟ و خیلی موضوعات دیگه که ما در این کتاب بهش پرداختیم، من جمله خود ساختار تروریستی رژیم که در حقیقت چطوری این کارکرد تروریسمش که مشخصا نمونه بارزشه که اشاره کردیم به ترور پروفسور کاظم رجوی، شهید بزرگ حقوق بشر که 30 سال پیش بود، اما با جزئیات نشون دادیم که همون ساختار، همون کارکرد، همون ارگان‌های دستاندرکار از وزارت اطلاعات، سپاه قدس، وزارت خارجه رژیم، دفتر خود شخص خامنه‌ای و فرد خود خامنه‌ای که کنترل کننده تمام کارهای تروریستی است، همه اونا همین الان وجود دارن و نمونه‌اش هم دو سال گذشته افزایش چشمگیر فعالیت‌های تروریستی رژیم که البته هدف اصلیش هم
خود همین مقاومت بوده در اروپا و جای دیگه و دیپلمات‌ها که ازش اخراج کردن. در حقیقت ما با این کتاب نشون دادیم که حرف مقاومت ایران که از اول درست بوده کماکان همین امروز هم صفر میکنه و کارکردهای رژیم به کماکان ادامه داره. خیلی متشکرم آقای علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا، و وقتی که گذاشتید و در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار شما. با تشکر از شما که این فرصت رو به من دادین و درود می‌فرستم به همه دست‌اندرکاران سیمای آزادی. آخوند احمد خاتمی دبیر خبرگان ارتجاء به تازگی گفته که فضای مجازی از سگ هار هم بدتر است. حالا علت این ناسازگویی به فضای مجازی چیه؟ خود آخوند احمد خاتمی میگه که فضای مجازی قتلگاه میشود، قتلگاه اخلاق، و به نظام آسیب میرساند. بله، البته به گفته کاربران حرف از اخلاق برای آخوندهای فاسد و دزد خیلی نامربوطه، اما از همین سوزش آخوند خاتمی از فضای مجازی میشه فهمید تا کجا مردم و جوانان ایران از شبکه اجتماعی برای شکاف در رژیم ایجاد کردن، در دیوار سانسور رژیم شکاف ایجاد کردن استفاده میکنن که اینطور آخوندهای حکومتی وحشت میکنن و به سر روی خودشون میکوبن. خب اجازه بدید همراه بشیم با بخش فضای مجازی امروز تیک تاک. سلام میکنم به شما و گزارشتون رو میبینیم. من هم سلام میکنم به شما و همه عزیزانی که همراه با تیک تاک هستند. دروغگویی و تناقض یکی از اجزای جدایی ناپذیر حکومت آخوندیه. مثل همون روزهایی که ستاد کرونا از یک طرف تجویز میکرد که کنکور سراسری و حضوری برگزار بشه و در همون حال به روحانی شیعه توصیه میکردن که به مجلس نره. این همه اتفاق در همین ایام محرم هم داره میفته و در حالی که حکومتی ها در واقع به برگزاری هرچه به قول خودشون باشکوه‌تر و پرجمعیت‌تر محرم تاکید میکنن و تشویق میکنن، خامنه ای در کنج انزوای خودش مراسم عزاداری تک نفره میگیره. این موضوع در فضای مجازی بازتاب خیلی گسترده‌ای داشته، از جمله کاربری موزگیری قبلی خامنه ای رو منتشر کرده و نوشته خامنه ای 10 مرداد ماه گفت امسال با رعایت بهداشت هرچه پرشورتر جلسات محرم را برگزار کنید. 3 شهریور ماه و 6 ماه قرنطینه خامنه ای دفترش اعلام کرد مراسم عزاداری عمومی او در محرم امسال برگزار نمی شود. به جای این مراسم سخنرانی وی در پستوی امن او از تلویزیون پخش می شود. کاربر دیگه هم با انتشار همین اطلاعیه از طرف دفتر خامنه ای نوشته نمی دانم چرا یاد قلعه حیوانات افتادم. اصولا همه برابرند ولی برخی برابرترند. همان ستاد کرونایی که مجوز برگزاری مراسم محرم در همه مملکت را صادر می کند، نوبت به برگزاری محرم در حضور خامنه ای که می رسد آن را جایز نمی داند. جان این پیرمرد 80 ساله حفظش از جان 80 میلیون ایرانی واجب تر است. کاربر دیگه هم با نشون دادن وضعیت هیئت ها تناقض همین سیاست های رژیم رو اینطوری نشون داده و گفته خامنه ای امروز توی سوراخ موشش برای خودش تنهایی عزاداری گرفته. اون وقت دم در هیئت محله ما بنر بزرگ زدن ورود با ماسک ممنوع، اینجا شفاخانه عاشقان است. کاربر دیگه هم با انتشار عکس مراسم تک نفره خامنه ای نوشته خامنه ای در حال عزاداری انفرادی از پول بیت المال، عزاداری اختصاصی در حسینیه اختصاصی با مداح اختصاصی، حتی از خانواده خودش دوری میکند تا به ویروس کرونا که خود و عوامل خونخوار و وطن فروش و فاسدش مسئول انتشار آن در ایران هستند مبتلا نشود. کاربر دیگه هم با یک کاریکاتور فاصله گرفتن خامنه ای و عزاداری انفرادیش رو اینطوری به تمسخر گرفته. و در توییت دیگه هم با انتشار تصویری از زمان برگزاری نمایش انتخابات رژیم نوشته عکس سمت راست مربوط به رای دادن خامنه ای در انتخابات سال 98 است که میگفت وجود کرونا در کشور کذب است، و عکس سمت چپ مربوط به عزاداری خامنه ای در محرم سال 99 است که در هر دو مورد مردم را تشویق به حضور پررأی میکرد ولی خودش از ترس جانش حاضر به حضور در میان مردم نشد. برای این روزها هر اقدامی که رژیم میکنه و هر سیاستی که در پیش میگیره یک بار دیگه ماهیت ضد مردمی و جنایت پیشگی اون و البته پر از دروغ و ریا و تزویرش رو نشون میده.
ممنون که با ما همراه بودین. توجهتون رو به سایر بخش ها جلب می‌کنم.